آن که با آمدنش آمده محشر چه کسی است؟ از تو در آل نبی با برکت تر چه کسی است؟ آن که از آمدنش عشق بیان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. به نام خدایی که در این حوالی است، خدایی که بندگیش خوش احوالی است. سلام برادران و خواهران ایمانی، وقت زیبای شما بخیر، به وقت بیداری خوش آمدید. با افتخار تبریک عرض میکنم ولادت سراسر نور و برکت نهمین اختر آسمان ولایت حضرت امام محمد تقی حضرت جواد الائمه علیهم السلام خدمت یکایک شما بزرگواران، شما همراهان بسیار نازنین و محترم رسانه جهانی احادی که در امشب شب ولادت این مولود با برکت همراه ما هستید. درود و احترام دو چندان تقدیم یکایک شما که همراهی شما همچنان مایه دلگرمی و مایه سرفرازی بنده و همه همکارانم در این رسانه جهانی هست. بیشتر از این شما را منتظر نمیگذارم و گفتگوی خودم با جناب استاد رمضانی عزیز آغاز میکنم. سلام علیکم استاد، تبریک عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله، بنده خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند سبحان طلب میکنم در این شب میلاد به همه ما توفیق بهترین طاعات، بندگی و بهترین نعمت هایی که خداوند به همه خوبان خودش مرحمت میکنه عنایت بفرماید انشاءالله. بسیار خوش آمدین استاد به برنامه خودتان. چهارشنبه شب دیگر هست و همراهان مثل همیشه منتظر هستند تا از بیانات بسیار زیبا و سازنده حضرت عالی استفاده کنن، ولی تقارن زیبای امشب با شب ولادت حضرت امام جواد علیه السلام در واقع ما را مجاب کرد تا یک ویژه برنامه تقدیمشان کنیم. ویژه برنامه ای که به مناسبت ولادت ایشان با موضوع در واقع مناظرات علمی امام جواد علیه السلام بیشتر انشاءالله میخواییم امشب از شما بشنویم و یاد بگیریم. اما قبل از اینکه من سوالات آغاز کنم، یک سوال دارم از شما حضرت استاد که شاید سوال بسیاری از عزیزان هم باشه. یه سوالی است که امشب الحمدلله شب ولادت هست، شب ولادت یکی از ستارگان آسمان ولایت و امامت، و به صورت ناخودآگاه همه مؤمنین در سرتاسر دنیا خوش هستن و احساس فرح و شادی ناخودآگاهی دارن. علتی چی است استاد که مؤمنین در ایام ولادت شاد هستند و در ایام شهادت و حزن و اندوه هم به صورت ناخودآگاه غمگین هستند؟ این چه رابطه ای هست که بین مؤمنین و ائمه آنها برقرار است؟ من فکر میکنم این یک ریشه فطری و تکوینی داره. ما در یک سری روایات داریم که اهل بیت معصوم علیه السلام میفرمایند پیروان ما و محبان ما، شیعیان ما از گل ما سرشته شدند، از باقی مانده گل ما خداوند ایشان را خلق کرده، اینا در شادی ما شادن و در غم ما غمگینن. یک روایت که خب ایره حتما بینندهای محترم بسیار شنیدن. یک ارتباط های معنوی فوق این هم هست، اینه که وقتی میبینیم امام زمان از همه قلب ها آگاهن و یک روایت داریم که اگر یک جایی در گوشه کنار جهان یک مؤمنی آزار ببینه، او انسان کامل وجود مقدس امام زمان او را احساس میکنن. طرف مقابل او هم هست، وقتی قلب امام زمان شاد میشه، این نتیجه در عالم به خصوص در کسانی که محبان اهل بیت باشن اثر خودش را میگذاره. چون در این شبهای میلاد معصومان شادن، پیامبر شادن، فاطمه زهرا شادن و امام زمان شاد هستن، پس این شادی اثرش ره در جهان در قلوب مؤمنین میمانه و به نظرم اثر ای که شادن چون امام زمان شادن، بله، و این شادی در جهان پخش میشه، مثل یک فرکانسی به قلوب مؤمنین هم تزریق میشه. بسیار عالی، چه تعبیر زیبایی فرمودید. چون امام زمان علیه السلام آن
تک ستاره آسمان ولایت امامت که در حال حاضر ما بالاخره مفتخریم به مأمون بودن ایشان. ایشان شاد هستند، قلب ما به قلب ایشان میزان است و هماهنگ است و ما شادیم چون ایشان شاد هستند. و در این ماه رجب، در ماه شعبان انشاءالله شادی های فراوانی در پیش داریم و انشاءالله همه ما افتخار داشته باشیم تا این لحظات درک کنیم و تقدیم امام زمانمان بکنیم انشاءالله. استاد، به عنوان سوال مقدمه و سوال ابتدایی بحث امشب که میخواییم مناظرات علمی حضرت جواد الائمه علیه السلام کمی بررسی کنیم و شاید مثال هایی هم از شما در این مناظرات داشته باشیم، این است که علت مناظرات وجود مقدس حضرت امام جواد علیه السلام چی بوده استاد؟ بله، خب یکی از علتهای بسیار مهم نسبت به وجود مقدس امام جواد علیه السلام سن کم حضرت بوده، به خاطر ای که وجود مقدس امام جواد علیه السلام در سن 7 سالگی به امامت رسیدن. گاهی برای خود پیروان اهل بیت، برای شیعیان یک سؤالی مطرح می شد، چون سابقه ندیش به سن کم یک انسان امامت برسه، و بیشتر برای کسانی که به تعبیری در خط مقابل بودن، بله، اونا هم برایشون یک سوال مطرح شده بود که خب اینا میگن ما امامانمان تعیین شده، ای چه امامیه که در سن خردسالی به امامت رسیده. نقشه دیگری هم بود، او این بود که اگه دی که در اون زمان اللحاظ فکری یک جایگاه خاصی داشتن به نام معتزله، اینا کسانی بودن که یک گرایش افراطی به عقل داشتن، یعنی چیزی که به عقل اونها سازگار نمی آمد می گفتم این قبول نیه، چون با عقل ما نمی سازه، چیزی غیر از عقل خودشان به عنوان میزان قبول نداشتن، و اونم به عقل خودشان. اینا می گفتن که فرض کنی اگه فردی به سن مثلا 7 سالگی به امام برسه، یکی از شرایط امام علم است، بله، و به عقل اینها سازگار نبود که یک فردی به این سن به امامت برسه. این بود که هم شیعیان خیلی سوال میکردن و گروه های محضر امام میامدن، و هم از دیگر اقوام و گروه ها، و هم مأمون که به تعبیر خلفای عباسی که به دنبال این بودن که بالاخره امام بعدی رو بشناسن، و او کنترلی که اونا میترسیدن از مقام امامت، مأمون به خاطر مقام امامت بود که وجود مقدس امام رضا را اول به خراسان آورد و بعد هم دید که نمیشه، نقشه و توطئه شهادت رچین کنترل میخواست بکنه. او هم به دنبال این بود که واقعا امام بعدی کیه که به کنترل خودش بخونه. بعد جهات متعدد بود که میبینیم مناظرات متعدد علمی در زمان امام جواد علیه السلام رخ داده. بله استاد، شاید یکی از زیباترین وقایع تولد در مورد ائمه ما در مورد امام جواد علیه السلام اتفاق افتاده باشه. شاید یکی از بزرگترین امتحاناتی که از جامعه شیعه و جامعه مسلمان گرفته شد در زمان ولادت حضرت امام جواد علیه السلام در واقع رخ داد، و ما فارسی زبانان، ما مسلمانان فارسی زبان افتخار داریم به میزبانی امام رضا علیه السلام در شهر مقدس مشهد، و شاید رابطه دلی که مردم ما با امام رضا علیه السلام و فرزند برومندشان حضرت امام جواد علیه السلام دارن در واقع بیشتر اهمیت میده که ما بررسی بکنیم وقایع دوران امامت امام جواد علیه السلام، ولادت ایشان و ای که ایشان در خردسالی به امامت رسیدن، و همچنین ائمه بعضیشان هم تا امام زمان در واقع در سن جوانی و نوجوانی به امامت رسیدن، و شاید زمینه سازی شد برای قبول کردن این اتفاق از سوی مردم، به خاطری که امام زمان علیه السلام هم در خردسالی و طفولیت به امامت میرسن انشاءالله. و تأثیری مناظرات چی بود استاد؟ آیا تأثیری هم داشته؟ بله، یکی از تأثیرات خیلی مهم این جریان تثبیت امامت وجود مقدس امام جواد برای همگان بود. اونایی که این ذهنیت برایشون پیدا شده بود که خب به یک انسان به سن 7 سالگی چه رقم میتونه به امامت برسه، وقتی این مناظرات رو میدیدن اذعان میکردن، اعتراف میکردن. البته خب برای برخی از شیعیان، برای برخی از محبان این مسئله واضح بود. مثلا یک وقتی فردی به نام یونس ابن عبدالرحمن ای غمگین بود
با خودش فکر میکرد که خب تا زمانی که امام جواد به سن مثلا 20 سالگی برسن 15 برسن ما چیکار کنیم؟ بله. امام رضا که شهید شدن، امام بعدی هم که فرمودن ایشان هستن، ایشان هم که 7 ساله. ریان ابن سلت گفت تو مثل که ضعفی در باورهای خود داری، به ظاهر میگم به امام جواد باور دارم ولی قلبی نیه. بعد این فرد گفت که اگر یک فردی واقعا امام باشه، از طرف خداوند باشه، او یک طفل یک روزه هم که باشه او علم الهی داره، ولی اگر از طرف خداوند نباشه، 70 سالم که باشه، 100 سالم که باشه، مثل مردم عادیه، نمیتونه به هر سوال پاسخ بده. و ایر امام تثبیت فرمودن که برای یک شخصی که از جانب خداوند تایید شده باشه و تعیین شده باشه، سن ملاک نمی باشه، در 7 سالگی باشه، در 5 سالگی باشه. و اثر بعدی ای بود که ائمه دیگر هم تثبیت کرد، یعنی همون سخن پیامبر که فرمودن بعد از من 12 امام جانشین من خواهند بودن، او هم تثبیت کرد. لازم ببینیم بعد از امام جواد علیه السلام، امام هادی که باز به سن 8 سالگی به امامت رسیدن، دیگه این سوال مطرح نشد، که خب تعجبی که نسبت به امام جواد بود نسبت به وجود مقدس امام هادی، این تعجب و این سوال دیگه مطرح نشون، قبلا این مناظرات تاثیر خودش رو گذاشته بود. در واقع تاثیرگذاری ولادت حضرت، مناظرات حضرت در ائمه بعد تا امام زمان علیه السلام بسیار مشهود است. بله. ادامه فرمایشات شما رو در بخش بعد انشاءالله خواهیم شد. انشاءالله بیاری خدا. در شب ولادت نورانی امام جواد علیه السلام به وقت بیداری از رسانه جهانی هادی مهمان شماست. این شب شب گدائی و عرض ارادت است، باب المراد آمده و وقت حاجت است. امشب دوباره خنده به لبهای مرتضی است، وقت نزول آیه ناب امامت است. یکی یا جواد گفتم و دل کاز من رفت، نوکر همیشه در پی طوف زیارت است. یادش بخیر جامعه خواندم میان سر، بین بهشت نه حرمت فوق جنت است. وقت زیارتت همه در فکر مشهدند، از بس میان این دو امارت شباهت است. حب تو را امام رضا هدیه می دهد، با این حساب عاشقتان با سعادت است. ما را ولایت تو ز آتش نجات داد، خواندی مرا که عادت این در مروت است. صد مرده زنده می شود از نام نامیت، عیسی دخیل توست که اهل کرامت است. با ذکر یا جواد دلم زیر و رو شود، نامت برای قلب سیاهم طهارت است. صلی الله علیک یا مولای، یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها الجواد یا ابن رسول الله. این جوان کیست که معنای قیامت شده است، سند محکم اثبات امامت شده است؟ به رضا طعنه زدن جای تأسف دارد، گرچه یعقوب شده مژده یوسف دارد. درود احترام مجدد محضر یکایک شما همراهان بسیار نازنین و محترم به وقت بیداری. نمبر مثبت 964-780-255-4013 پل ارتباطی آشنایی هست که شما بزرگواران از هر جای این کره خاکی که در هر ساعتی برنامه را دریافت میکنید میتوانید با ما به وسیله آن در ارتباط باشید. شما میتوانید
پیام های بسیار ارزشمند خودتان از قبیل انتقاد هایی که از بنده و همکارانم دارید، تشکری هایی که از کارشناسان محترم دارید، سوالاتی که در مورد موضوعات مختلف برنامه ها در این رسانه جهانی و برنامه به وقت بیداری دارید، از این طریق با ما به اشتراک بگذارید. منتظر هستیم تا پیام های ارزشمند شما به ما برسه. استاد رمضانی عزیز، میخواییم نمونه هایی از این مناظرات از کلام شما بشنویم. یک نمونه بسیار بارز که شاید بیننده های محترم هم ایره شنیده باشن خیلی معروف است، مناظره وجود مقدس امام جواد با یحیی بن اکثم هست. جریان از قرار بود که مأمون بر اساس او توطئه ای که در سر داشت و میپروران به فکر ای بود که امام جواد را به کنترل خودش در بیاره، بله، زیر نظر خودش باشه. از ای بابت امام را از مدینه به بغداد فراخوان، چون مأمون بعد از اینکه او جریان شهادت امام رضا را رقم زد، پایتخت را به بغداد منتقل کرد و امام جواد را به بغداد فراخوان. البته به ظاهر دعوت کرد، نامه نوشت و تشریف بیارید، ولی این مانند سفر وجود مقدس امام رضا اجباری بود. خب ائمه هم با او علم الهی که دارن بالاخره چیزی رو انتخاب میکنن که به خیر و مصلحت باشه. تشریف بردن و به بغداد رفتن. مأمون به خاطر ای که یک ترسی از شیعیان و پیروان امام رضا داشت، او این بود که یک رقم میخواست که شهادت امام رضا رو مخفی کنه، یعنی به او منتسب نشه. و لذا خودش هم میگفت که من ناراحتم، ابراز غمگینی میکرد و از این ور به امام جواد ابراز دوستی میکرد. ای چی رقم دوستی بکنه؟ آوازه ایر انداخت که من دختر خود به امام جواد میدم، ام الفضل. عباسیان بسیار براشفته شدن، گفتم خب ما با یک قبلا هم نسبت به امام رضا تو یک کار کردیم، ما مخالفت کردیم، آخر خودت مجبور شدی که ایشان به تعبیر از سر را برداری، باز همین اشتباه ما نسبت به امام بعدی بکنی و به تعبیر ما با این کار مخالف هستیم، ما به زوری به یک نحوی با یک ترفند این حکومت به دست گرفتیم و آل باستو ما یکی ایره به سمت علویان منتقل بکنی. خلاصه مأمون گفت که نه، شما نمیشناسین این خاندان، تر برنامه ای که من دارم شما اطلاعی ندارم. اونو بهانه کردم که این علمی ندارد، یعنی بحث علم مطرح کردن از این راه وارد بشیم. باز مأمون گفت که نه، شما این خاندان نمیشناسید. گفت خب چی دقیقا اثبات میکنی؟ گفت شما یکی از عالمان خودتان را انتخاب بکنید، از فقها علما یک مناظره ترتیب میده، اونجا مشخص میشه که این فرد آیا لیاقت داره بره دامادی من یا لیاقت نداره. استاد به صورت طبیعی مأمون از تجربه ای که با امام رضا علیه السلام داشت و مناظراتی که خود مأمون در واقع میزبانی مناظرات بود، ترتیب دهنده مناظرات بود، بسیار تجربه بسیار در واقع سختی داشت. بله. از این مناظراتی که میخواست در واقع یک به یک طریقی امام رضا علیه السلام در انزوا قرار بده. بله. لازم بله. می اما نتیجه کاملا برعکس شد. بله. یعنی در واقع این هدف رم داشت که یک جای شاید یک گوشه شکستی بلو مثلا جزئی نسبت به امام بروز بکنه، به این یک برگ برنده میشد که بله شما اینقدر که میگیم امامان ما این هون علم اونا علم الهیت، دیدین در اینجا در این مقام شکست خورد. پس به دنبال این هم بود. بله. به علاوه این که خب میخواست که دهان عباسیان را ببنده و اون نقشه خودش که کنترل امام جواد بود ره به تعبیر اجرا بسازه. گفتن ما عباسیان چون که دیگه کلان علمای اونها و فقه های اونها یحیی بن اکثم بود، گفتم ما یحیی بن اکثم رو انتخاب میکنیم. روز مناظره مشخص شد، به یحیی گفتن که آمادگی بگیر، یک سوال بسیار سختی در نظر بگیر که خلاصه ای خیلی حساس این مناظره، همه نگاه میکنن به تو و خلاصه یک کاری بکن. گفت مشکلی نداره، حالا من فکر میکنم که آبروی اونا ریخته میشه، وگرنه ما که برای مشکلی نداره. یکی از سوالاتی که نسبت به احکام حج بود، ای پیش خودش آمادگی گرفت که یه سوال بپرسه، چون
در احکام بین احکام دینی ما احکام حج بسیار سخته، چون انسان در کل عمرش یک بار میره حج، حج واجب، و بعضی توفیقات همی یک بار حج را پیدا نمی کنن که خب را دور یا به هر ترتیبی استطاعت مالی پیدا نمی کنن، که ما همینجا دعا میکنه خداوند به همه آرزومندان، به همه ما بیننده های ماتنن، به همه مؤمنان ای توفیق زیارت خانه خدا را مرحمت کنه، که روایت داریم کسی که موفق بشه برای حج فقیر نمیشه. حتی اگر انسان بتونه، اغنیا بتونن برخی از همسایه ها اقوام فقیر خودشان بفرستن، این یک نوع کمک هست. روز مناظره که مشخص شد، خب مأمون در جلسه بود، حاضرین بودن، عباسیان بودن و امام جواد هم تشریف داشتن. مأمون گفت که خب یحیی سوال خودت بپرس. گفت اجازه میدین؟ گفت مأمون گفت چرا از من اجازه میگیری؟ از خود امام جواد بپرس. اونا میگفتن ابو جعفر، چون کنیه امام ابو جعفر بود، البته ابو جعفر ثانی، چون ابو جعفر اول وجود مقدس امام باقر علیه السلام هستن. ابو جعفر اجازه فرمودن گفتن بپرس هر چیزی که دلتو میخواد بپرس. این خیلی جرأت میخواد که یک کسی بگه مثل وجود مقدس امیر مؤمنان که در منبر کوفه فرمود سلونی قبل ان تفقد، هر چی میخواهید بپرسید قبل از اینکه من از دست بدید. و فقط این نشانه از لحاظ علمی در ائمه ما پیدا میشه. بله. و هیچ کس در منازع علمی با این سن و سال این رقم خودشه. بله. در واقع در همون ابتدا به چالش نمیکشه. بله. هر سوال دوست داری بپرس. گفت که آقا جان یک فردی احرام حج بسته، در حال احرام یک صیدی کرده. خب یکی از محرمات احرام چه در حج، در حج تمتع، چه در عمره، اینه که نمیتونه صید بکنه، از محرماته و کفاره داره. گفت که خب این 7 ساله که این مسائل باید بریم درس بخونیم، پیش استاد ببینیم، حتما این مسئله نمیتونه جواب بده. گفت حکمش چیه؟ یک حاجی در حال احرام صید کرده. آقا این سؤال یحیی را به 10 سؤال تقسیم کردن. عجب. و این شقوق نشاندنده علم الهی حضرت امام جواد علیه السلام هست. آقا فرمودن سوال اول اینه که این شخصی که صید کرده صیدش در حل بود یا در حرم بود، چون یک محدوده هست که از اونجا حاجی ها احرام ببندن و تلبیه میگن، لبیک اللهم لبیک میگن، از او به بعد اینا وارد حرم میشن، یک سری احکام بر اینها ممنوع میشه، یک احکام خاصی داره. قبل از او میگن در حلن، یعنی منطقه‌ای که محدوده حرم نمی باشه. اگه این شکار در حل باشه یک حکم داره، در حرم باشه یک حکم دیگری داره. پس این سوال فرمودم که این کسی که حاجی که شکار کرده در حل بود یا در حرم بود. سوال دوم فرمودن اینه که این فردی که شکار کرده عالم بوده یا جاهل بوده، فقیه بوده، درس خوانده بوده یا نه، نمیفهمیده، به تعبیری جهل به حکم داشته. سه فرمودم این عمدی بوده یا سهوی بوده. یه وقت انسان عمدی میره یک کسی رو میزنه یا یک شکاری رو شکار میکنه، یه وقت سهوی مثلا دست او به حیوانی میخوره یا پای او، یا به هر ترتیب ناخواسته میشه. فرمودن این عمدی بوده یا خطایی و سهوی بوده. سوال چهارم فرمودن که این حاجی که این کار کرده آزاد بوده یا برده و عبد، چون اون زمان ها هنوز بردگی وجود داشت. بله بله. و به مرور زمان این بردگی از بین رفت. آزاد بوده یا برده، چون حکم هر کدام فرق میکنه. سوال پنجم فرمودن که این برای اولین بار بوده یا بار چندمش بوده، چون باز فرق میکنه. کسی که برای اولین بار یک جرمی را انجام میده با کسی که تکرار میکنه باز حکمش فرق میکنه. استاد 5 سال اول گفتین که حضرت 10 سال پرسیده. من مشتاق هستم که بخش سوم زودتر فرا برسه و ادامه سوالات شما بشنویم. بیاری سلامت باشید. همچنان با شما هستیم. مرهون نگاه مهربان شما بزرگواران، رسانه جهانی هادی خدمتگزار شماست. خیزید که امشب شب شادی و سرور است. خیزید که امشب شب شادی و سرور است. خیزید که میلاد تجلیگه نور است. هر لحظه
هر لحظه هزاران شب شوق و شب شور است. از پا ننشینید، از پا ننشینید، شب صبح ظهور است. رخسار خداوند عیان آمده امشب، رخسار خداوند عیان آمده امشب، یا باز محمد به جهان آمده امشب. این موهبت و لطف خداداد مبارک بر آل محمد، شب میلاد مبارک. این عید بود بر همه اعیاد مبارک، میلاد جواد ابن رضا باد مبارک، میلاد جواد ابن رضا باد مبارک. جود و کرم و لطف حق آغاز شد امشب، جود و کرم و لطف حق آغاز شد امشب، قرآن بروی دست رضا باز شد امشب، قرآن بروی دست رضا باز شد امشب. این جوان کیست که سیمای پیامبر دارد؟ بنویسید رضا هم علی اکبر دارد. اهل بیت آینه بی مثل قرآنند، این جوان کیست که از خطبه او حیرانند؟ نسل در نسل شما مایه ایمان منید، من نفس می کشم از این که شما جان منید. در بخش سوم به وقت بیداری در شب ولادت نورانی و با برکت امام جواد علیه السلام همچنان مهمان نگاه مهربان شما عزیزان هستیم. اگر این برنامه را در این لحظه همراه ما هستید و به صورت زنده و مستقیم ما را همراهی میکنید که خدا را شکر میکنیم. اگر در موفق نشدید در این لحظه، در پخش های مجدد از همین رسانه جهانی میتوانید برنامه را دریافت کنید، و اگر باز هم خواستید این برنامه را به صورت موضوعی در فضای مجازی پیدا کنید، می توانید از طریق آپارات فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب این برنامه را پیدا کنید، دنبال کننده باشید و به همه علاقمندان و کسانی که دوست دارن این برنامه ها را دنبال کنن هم پیشنهاد بدید. استاد رمضان عزیز، 5 سال که حضرت امام جواد علیه السلام در مقابل سوال آن مخالفان پرسیدند و فرمودید و 5 سال بعدی رو منتظرش هستیم. بله، سوال ششم که حضرت در واقع از یحیی بن یکثر پرسیدن در پاسخ به سوال او اینه که فرمودن این شکاری که کرده از پرندگان بوده یا از غیر پرندگان بوده، چون باز حکم هر کدام فرق میکنه. سوال هفتم این بود که از حیوانات کوچک بوده یا از حیوانات بزرگ بوده. یه وقت حیوان کوچکیه کبکی را شکار میکنه، یه وقت نه حیوان بزرگی آهوی را شکار میکنه، اینا باز حکمش فرق میکنه. سوال هشتمی که فرمودن آیا این فرد حاجی که این کار کرده از کرده خود پشیمان است یا پشیمان نمیباشه؟ چون پشیمان باشه یک حکمی داره، نباشه حکم دیگری داره. بعد سوال نهمی که فرمودن در شب بوده یا در روز بوده، اینم حکمش فرق میکنه. و سوال دهمی که در احرام حج بوده یا در احرام عمره بوده، چون احرام حج با احرام عمره باز حکمش فرق میکنه. وقتی این سوالات را امام فرمودن، یحیی اینا رو پیش بینی نکرده بود، زبانش به لکنت افتاد، حق داره، و ای گفت مال چی بگم، چون هر کدومی که میگفت با جوابش فرق میکرد. به این به اندازه این اضطراب یحیی مشخص بود که همگان فهمیدن و مأمون هم ایره پی برد، خود عباسیان هم فهمیدن و گفت آقا جان من نمیفهمم، نمیفهمم اینا رو. بعد عده رفتن بیرون و مأمون به تعبیر یک جمع خاص‌تری باقی ماندن. خب اونا که به تعبیر گفتن مناظره شکست خورد. او وقت مأمون از امام پرسید که جواب اینا چی، حضرت مفصل جوابش که وارد اونا نمیشیم چون یک مقدار پیچیده میشه. بعد گفت خب، رو کرد به امام گفت که خب شما یک سوالی از یحیی بپرسید. ای که سوال یحیی بود. بله. به یحیی فرمودن که بپرسم. گفت آقا جان بفرمایید، دیگه گیر کرده بود. بله. اگر بلد بودم که میگم بلد نبودم خب از شما استفاده میکنم. یکم مؤدب شده بود. آقا فرمودم او
یک فردی در بامداد به یک زنی نگاه کرد در حالی که او حرام بود به او. این زن در وقتی که روز بالا آمد براش حلال شد، وقتی که زور شد باز دوباره این زن برو حرام شد، وقتی که عصر شد باز زن دوباره بر او حلال شد، باز که غروب آفتاب شد این زن برو حرام شد، باز که وقت عشا شد زن برو حلال شد، باز که نیمه شب شد زن برو حرام شد، باز که طلوع آفتاب شد زن برو حلال گشت. این حکم ای چی بوده؟ این که به تعبیر 8 حالت در یک شبانه روز اتفاق افتاده. اینو به ما توضیح بده. استاد خیلی مشتاقیم جوابش بشنویم. باز یحیی گفت که من نمیفهم. ما طالب به فکرم نرسیده بوده، کسی از من نپرسیده بوده. آقا فرمودن این زن بامداد کنیز یک فردی بوده و این فردی که نگاه کرده به این زن نامحرم بوده، به کنیز دیگری نگاه کرده و خب چون نامحرم بوده نگاه کردن به او حرام بوده. ولی وقتی که روز بالا آمد او فرد رفته این کنیز را از صاحبش خریده، وقتی خرید میشه مالک او، بله میشه حلال. حلال. وقتی که زور شد این کنیز را آزاد کرد، آزاد که شد پس میشه نامحرم. میشه حرام. عصر که شد او را به نکاح خودش داده بود، رفت عقد کرد او را، پس میشه چی؟ حلال میشه. خوب که شد زهار کرد. زهار در قرآن هم آمده که یک مردی به خاطر از مثلا اذیت زن خودش میگه تو مانند مادرم هستی، ولی زن رابطه همسری نسبت به او تا زمانی که کفاره نده حرام هست. ای گفت تو مثلا ای زهار را انجام داد، پس وقتی که غروب شد زهار کرد و او برو حرام شد. وقتی که باز عشا شد کفاره زهار را داد، کفاره داد پس دوباره برو حلال شد. وقتی که نیمه شب بود طلاقش داد، عجب، باز برو حرام شد. صبح که طلوع کرد رجوع کرد، چون میتونه مردی که طلاق زنش میده اگه طلاق رجعی باشه رجوع بکنه، پس برو حلال شد. یعنی این فرد در یک شبان روز 8 حالت نسبت به زن به وجود آورد و یحیی اذعان کرد که بله، اینها علم مدرسه ای و کتابخانه ای نیه که از کسی تعلیم بگیری، به سن هم کاری نداره. بله استاد، مناظره ظاهرن به اتمام رسید و کلام دلنشین حضرت عالی در واقع بازگویی این حکایت شیرین واقعی از امام جواد علیه السلام مرا ترغیب میکنه تا از زمانی باقی مانده استفاده کنیم و یک مناظره دیگر هم از کلام شما بشنویم. خیلی مناظرات شیرینی هست. من یک دونه دیگه هم اگه فرصتی باشه اشاره بکنم و این خیلی زیبایه. یک وقتی یک فردی به نام زرقان، این یک دوستی داشت به نام ابن ابی داوود. صد کمتر از 3 دقیقه. خیلی خلاص عرض میکنه. دید که این رفیقش ابن ابی داوود بسیار ناراحت خشمگینه. گفت که دوستم چرا ناراحتی؟ گفت من امروز به مجلس معتصم بودم، زمان معتصم بود، از دست ابو جعفر من ناراحتم، کاش من 20 سال قبل میمردم، به این صحنه نمیدیدم. گفت خب جریان چیه؟ گفت یک دزدی آمد اعتراف کرد که من سرقت کردم، به سرقت اون سرقت حدی بود، دست باید قطع میشد. بله. معتصم فقها ها را جمع کرد، مرم گفت بیا، ابو جعفر را هم گفت بیا امام جواد. گفت خب فقها ها حکم این مسئله چیه؟ من به عنوان یک فقیه مثلا عمری دیگه در این زمینه کار کردم، از من پرسید، گفتم باید دست او از مچ قطع بشه. از دیگران پرسید، عده ای مرا تایید کردن، گفتم راست میگه، عده ای گفتم نه باید از آرنج قطع بشه، به خاطر که در آیه وضو میگه که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، دستتا مرفق گفته. به ابو جعفر به امام رو کرد. این حلم ائمه خیلی عجیب بوده، سکوت تا نمیپرسیدن. گو آقا شما بفرمایید. عارف رو مدن منو معاف بدار، چون میدونستن توطئه میکنن و
اتفاقا همین توطئه باز سبب یه سری دسیسه های اون دشمنان شد. گفتم ما آف بدار. گفت نه باید بگیم. گفتم باید 4 انگشت او را قطع کنی. دلیل همه گفتم یعنی چی 4 انگشت؟ گفتم وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که یک نمازگزار که نماز میخوانه بعد 7 عضو او بر زمین باشه. اگه از مچ قطع کنیم یا از آرنج یک عضو به کم میشه. حالا این دزدی که در نماز مایه بخانه پس که توبه کرده. بله. و ان المساجد لله، مسجدها محل سجود هفتگانه اینا از آن خدایه. بنابراین حق نداریم که او عضو شقت بکنیم. و معتصم با وجود سن کم ابو جعفر حرف ابو جعفر پذیرفت و من به زمین فرو رفتم. بله اتفاقا انسان لجوج همینه. اگر این فرد متوازن بود بعد شکر میکرد. یک مسئله یاد گرفتیم، انسان متوازن اینه که اگر حق را فهمید میپذیره، اما انسان متکبر بیشتر ناراحت میشه. بسیار تشکر استاد ارجمند جناب استاد رمضانی عزیز که شیرینی شب ولادت امام جواد علیه السلام برای بنده و همه همراهان برنامه چند برابر کردین با این کلام دلنشینیتان و این فرمایشات بسیار زیبایی که در مورد این مولود مبارک امشب داشتین. انشاءالله شما رو در برنامه‌های بعدی هم زیارت کنیم. تشکر می‌کنم. سلامت باشین. از شما عزیزان هم تشکر می‌کنیم که از ابتدای برنامه امشب تا این لحظه که به پایان آن رسیدیم با ما همراه بودید. از شما خواهشمندیم که دعای خیر خودتان برای ما فراموش نکنید و انشاءالله که همه ما و همه شما به درگاه اهل بیت علیهم السلام مورد قبول باشیم و دعای ما انشاءالله قبول باشه. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم.